صحبت کردن بدم و بتونید وارد بحث بشید. خانم دکتر یاوری در خدمتتون هستیم. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت همه. امیدوارم که یه ساعت خوبی داشته باشیم در کنار هم، و به خصوص از آقای دکتر محمدپور که هم پیشنهاد این کار رو دادن و هم لوازم کار رو فراهم کردن، و به هر حال خیلی از لطفشون ممنون هستم. ببینید، این کتاب داره ترجمه میشه به فارسی، آقای دکتر دهقانی دارن ترجمه میکنن کتابو، و تا اواخر امسال فکر کنم امسال شمسی چاپ بشه. تیتری که عنوانی که ایشون انتخاب کردن برای ترجمه کتاب، آینده در گذشته ایران، یادی از نظام الملکه، که که در حقیقت به جای یعنی ساب زیر عنوان انگلیسی کتاب هست نظام الملک remembered، و اینو نظام الملک remembered به معنای اون تصویر تاریخی که از نظام الملک در متون تاریخ در متون پیدا میشه، اونو ترجمه کردن یادی از نظام الملک. ولی خب یادی از نظام الملک شاید احتیاج به توضیح بیشتری داره که کتاب رو، یعنی چقدر خوب میتونه کتاب رو توجیه بکنه. به فارسی خیلی قشنگتر از مترادفای دیگه است، ولی یه ذره با عنوان انگلیسیش فاصله داره. چون سوال اصلی که از کتاب رو در حقیقت این کتاب من بعد توضیح بدم که من خیلی ساله که دارم روی نظام الملک کار میکنم. تز دکترای من راجع به نظام الملک بود، البته خیلی خیلی فاصله داره با این کتابی که الان چاپ شده. و من در حقیقت که تزم رو چاپ نکردم همون موقع که نوشته بودم، چون جواب سوالایی که تزم باهاش در حقیقت این تز رو انتخاب کرده بودم، جواب اون سوالا رو هنوز اونقدر که خودم دلم میخواد پیدا نکرده بودم. و دلیل اصلی، یعنی جواب سوال اصلی هم که مهمترین سوالی که جوابش هنوز پیدا نکرده بودم وقتی تزم تموم شده بود، اینه که نقش سیرالملوک در تشکیل این در حقیقت در نظام تشکیلاتی خاطره های یادآوری هایی که از نظام ملک در متون هست، این نقش سیرالملوک رو تو تصویر تاریخی نظام ملک نتونسته بودم پیدا کنم. و بنابراین و شاید هم دلیل اصلی که کتاب اندرز، یعنی کتابی که راجع به اندرزنامه نوشته بودم قبل از این چاپ شد، همین بود. چون در حقیقت اون کتاب بود که به دنبال جواب این سوال، این که نقش سیرالملوک در historical representation نظام الملک چی بود، به دنبال جواب اون من کتاب اولم رو نوشتم. و فقط بعد از اینکه اون چاپ شد، یعنی ریسرچ که لازم بود برای اون کتاب رو تموم کردم، تونستم برگردم به تزم و راجب در حقیقت معنای تصویری. چون فقط این کتاب راجب تصویر تاریخی نظام الملک نیست، این کتاب هم راجب میراث نظام الملک یا نظام الملک به عنوان میراث تاریخی ایران، ولی در ضمن راجب نظام نقش نظام الملک در تبیین آینده ای ایران هم هست، و این میراث زنده نظام الملک در حقیقت قسمت نتیجه چپتر فصل آخر کتاب راجب دقیقا همینه، میراث زنده نظام الملک. و این و خب طبق و طبیعیه که چیزی که نظام الملک نوشته باشه، یعنی سیرالملوک، یه نقش خیلی مهم در تعیین مسیر این میراث زنده نظام الملک یا نظام الملک به عنوان میراث زنده ایران رو داره. و در پیشگفتار کتاب شروع میکنم توضیح میدم که چه در اگه بخوام توی چارچوب رو در این تعیین بکنیم که از لحاظ متد پیشرفته باشه، یه چارچوب متدولوژیک برای بیوگرافی پیش از مدرن، یعنی یه پری مدرن بایوگرافی، باید چجوری شالوده این پروژه تحقیقاتی رو باید میشه چجوری بهش طرح کرد که بشه از لحاظ یعنی یه بیوگرافی مدرن باشه از یه سوژه پیشا مدرن.
و شروع میکنم با این نکته ای از بن پیملت که یک مورخ خیلی معروف انگلیسیه که روی بیوگرافی های پیشا مدرن خیلی کار کرده. بن پیملت می نویسه که، یعنی بن پیملت نوشته که بیوگرافی در حقیقت ژانر سکولاره، یعنی شما مثلا و اینو به صورت عموم نوشته، یعنی نه به اینکه فقط بیوگرافی های مدرن، یعنی بیوگرافی که من بنویسم از نظام ملک یه بیوگرافی سکولاره، بلکه اصلا خود بیوگرافی نویسی یه نوع تاریخ سکولاره. و این سوال رو به آزمایش میطلبه توی کتابایی که می‌نویسی که آیا این درسته که ما، یعنی آیا چطور میشه که راجع به یک شخصیت پیشا مدرن که خب همونطور که همه میدونیم در جهان پیشا مدرن یکی از ویژگی های جهان پیشا مدرن، مقایسهش با جهان مدرن همیشه سلطه دین دیگه، که چقدر دین، نقش دین در جامعه چقدر متحول شده با آمدن مدرنیته. و بنابراین این بن پیملت سوالی که مطرح میکنه اینه که در تاریخ بیوگرافی نویسی در حقیقت تاریخ نوشتار سکولاره. و این رو من برای اینکه توجه خواننده رو بیشتر معطوف بکنم به اینکه بیوگرافی نظام الملک قصه نیست، بیوگرافی نظام الملک تاریخ، به این معنی که اطلاعاتی که از نظام الملک داریم یا تصویر تاریخی که میتونیم بازنگری بکنیم، بازسازی بکنیم، هر چقدر یعنی هر چند سال هم تلاش بکنیم و هر چقدر با جدیت این موضوع دنبال بکنیم، تصویر، یعنی بیوگرافی که میشه از نظام الملک در سال 2021 میلادی نوشت، ضرورتاً محدود با منابعی که ما داریم برای نوشتن این بیوگرافی. و ما چطوری میتونیم، و این منابع نقش خیلی، یعنی نوع اطلاعات، نحوه نگرش و نوع اطلاعاتی که در منابع پیدا میشه، اینا تا حد زیادی تعیین میکنه تصویر تاریخی که میتونیم از نظام ملک بسازیم. بنابراین برای اینکه توجه خواننده رو معطوف بکنم که این بیوگرافی نظام ملک قصه نیست که از اول نظام ملک در یک تابستان گرم به دنیا آمد و در یک زمستان سرد مرد، اینجوری نمیشه تاریخچه نظام ملک رو نوشت یا هر هیچ شخصیت پیشا مدرنی. بنابراین برای اینکه این نکته رو خیلی پررنگ بکنم توی پژوهش، فصل اول کتاب شروع میکنه با مقایسه سنت تاریخ نگاری سکولار، یعنی بیوگرافی نویسی در جهان اسلام با اروپای قرون وسطا. و برای اینکه از لحاظ روش کمی قابل توجیه باشه این نگاه تطبیقی، دو تا مورخ همزمان، یعنی آینهارد که اولین که یکی از اولین بیوگرافی‌های شارلمانی رو نوشت و عبدالله ابن حکم که هم عصر و هم دوره آینهارد و بیوگرافی در حقیقت یکی از قدیمی ترین، شاید به گفته بعضی یا قدیمی ترین بیوگرافی شخصیت غیر شخصیت پیغمبر، یعنی به جز سیره نبوی اولین قدیم ترین بیوگرافی که ما در دست داریم، یا حالا نظرها متفاوته ولی به هر حال یکی از قدیمی ترین بیوگرافی که در نظر داریم، همین سیرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفه خوب امویه که همطور که باز علاقمندان تاریخ صدر اسلام آگاهی دارن، خب اموی بنی امیه خیلی منفی و منفور مطرح میشن توی بیشتر تواریخی که برای ما به جا مونده از دوره عباسی به بعد. و در این میون این سلسله های در میون این شاه ها و حکمرانان اموی، فقط این عمر ابن عبدالعزیزه که خیلی خلیفه محبوبی بوده.
و شارلمانی هم که خب اهمیت شارلمانی تا تاریخ اروپا خود احتیاج اثر من الشمس و احتیاج به تاکید نداره. بنابراین مقایسه من شروع چپتر اول اصلا به طور کل نظام ملک درش خیلی کم رنگه، یعنی من میدونم کجاهاش کجاهای داستان این دو تا شخصیت شارلمانی و ابن عبدالحکم عمر ابن عبدالعزیز شبیه به بیوگرافیایی که راجع به نظام ملک در فصل‌های بعدی کتاب بهش پرداخته خواهد شد، ولی بر خواننده هنوز خیلی معلوم نیست که چرا با این سوال شروع می‌کنیم و چرا با این مقایسه شروع میشه. و یکی از چیزایی که جالبه در این یکی از نتیجه گیریایی که بعداً به دردمون میخوره تو نگاه کردن به نظام ملک، در حقیقت اجزای بزرگ نمایی و اجزا و انها، یعنی چه کار میکنن وقتی میخوان یه نفر رو یه سیاست مدار رو خیلی بزرگ جلوه بدن، با چه واژه هایی و به چه گونه ای و با پرداختن به کدوم جنبه های شخصیتیش این هدف رو دنبال میکنن. بنابراین و خب یک چیز که خیلی یه نکته پررنگی که میخواستم بگم قبل از اینکه بریم وارد بحث خود نظام ملک بشیم، این که یکی دیگه از داده های نتیجه هایی که به دست میاریم توی فصل اول اینه که اگر که قرار یه تاریخچه‌ای برای دنیای مدرن اروپایی داشته باشیم که این تاریخ به صورت معمول این داستان مدرنیته در اروپا و پیشرفت اروپا با ریشه های این تمدن اروپایی که با بروز مسیحیت و بعد دوران جهل و تاریکی که بعد انلایتنمنت میاد، عصر روشنگری میاد و بعد آزادی سیاسی میاد و بعد رشد و شکوفایی اقتصادی که نحوه مترادف معمول تشریح تاریخ اروپا است یا بچه وجوه متمایز کننده تاریخ اروپا از بقیه جهان، اگه قرار خلاصه اروپای قرن 19 هم ریشه داشته باشه، اون ریشه خط مستقیم نیست با اروپا در زمان شارلمانی. و این نکته خیلی مهمه که وقتی که نگاه میکنیم به ویژگی های روش و متد ابن عبدالحکم در مقایسه با متد و روشی که آینهارد استفاده میکنه در نوشتن بیوگرافی شارلمانی، خیلی واضح به این نتیجه میرسیم که شباهت و تقارن بین متدهای تاریخ نگاری و متدهای و روش بازگویی اهمیت سیاسی، این روش به یعنی این مطلب بین ابن عبدالحکم و آینهارد مشترکه. بنابراین اگر که قراره که از لابلای تاریخ ما ریشه یابی بکنیم نقش دین در تاریخ و نقش دین در تبیین موازین سیاسی، باید خیلی عمیق‌تر بشکافیم یا باید بریم یه جا دیگر نگاه بکنیم، چون در سنت تاریخ نگاری این ریشه یابی در حقیقت یه پروژه است که با شکست مواجه میشه. و از اینجا یعنی با این پایه هایی که میسازیم توی فصل اول، میریم به سراغ دورانی که نظام ملک درش زندگی میکرده، یعنی که در حقیقت داستان به قدرت رسیدن نظام ملک خیلی در هم تنیده است با تاریخ ظهور سلسله سلجوقی. و بازم من و بعد هم مسئله یکی از جنبه های
شبه تاریخمند اسمشو میذارم، از سودو هیستوریکالی که همیشه درش که همیشه همراه بوده با بازگویی زندگی نظام الملک، این تلاش نظام الملک برای، یعنی چیزی که ما آموختیم اینه که نظام الملک چون ایرانی بوده، چون متمدن بوده، چون خیلی باسواد بوده، باهوش بوده، حالا همه این چیزا بوده، سعیش بر این بوده که رام بکنه ترکای قبیله‌ای وحشی بدون تمدن و بدون فرهنگ و بدون سیاست و غیره و غیره و غیره. و این نقش نظام الملک به عنوان تارزان، رام کننده ی حیوانات وحشی، اینو من در حقیقت توی فکر خودم وقتی دارم چپتر تاریخ سلجوقی، این چپتر دوم کتاب در حقیقت میشه مینویسم، اون این پیشفرض رو دارم که میخوام نشون بدم که همچین تابلوی تاریخی که ما شاید تو مهمونیامون راجبش صحبت بکنیم مبنای علمی نداره. و در حقیقت وقتی که نگاه میکنیم به واژه ها، سر عناوین و سرخط خبرایی که راجع به قبیله های ترک و آمدن ترکا به خراسان در زمان آخر در زمان غزنویان میبینیم، میخونیم، اینا رو در حقیقت ما برای اینکه مفهوم تاریخی و دلالت تاریخش رو بتونیم بازنویسی بکنیم، باید توی قالب خودش و با آشنایی و آگاهی به موازین، در حقیقت موازینی که تعیین میکنن سنت تاریخ نگاری اسلامی رو، و این اون چیزی که ما تو انگلیسی بهش میگیم تروپ، یعنی اون تروپ هایی که استفاده میکنن، اون شبیه سازی ها و اون ابزار روایی که استفاده میکنن نویسنده های ما، من جمله بیهقی، شاید مهمترینش بیهقی باشه که در این زمینه چند مقاله هم نوشته شده و کتاب نوشته شده. مریلین والدمن کتابش به فارسی ترجمه شده خیلی سال پیش و در ایران سابقه داره. این خلاصه این بدون در نظر گرفتن سنت های تاریخ نگاری اسلامی نمیتونیم در حقیقت بخونیم و باز بکنیم داده های تاریخی که در بیهقی است. بنابراین این چپتر خیلی روی بیهقی، یعنی بیهقی رو به دقت نگاه میکنیم. و خلاصه نتیجه گیری که میکنم تو این فصل اینه که سقوط غزنویان در منابع تاریخی و به روی کار اومدن سلجوقیان در حقیقت یک، یعنی نحوه اونجوری که این تاریخ نوشته شده بیشتر از همه چیز به خاطر اینه که مورخین اسلامی، مورخین پیشا مدرن جهان اسلامی میخواستن نشون بدن که فر و عدالت از غزنوی ها برگشته، تاله غزنوی ها برگشته، و تاله غزنوی ها برگشته رو چجوری به خواننده خودشون سیگنال میکنن. اون در اصل با نشون دادن این که سلاطین غزنوی دیگه به حرف مشاوراشون گوش نمی کردن. و ما می بینیم که در تاریخ بیهقی یکی از پررنگترین و غالبترین تروپ هایی که استفاده میشه همین نصیحت ناپذیری سلطانه، که از که هر دفعه که سلطان محمود در بازنگرایی و سلطان مسعود در حال حاضر در همزمان با نویسنده وقتی که شکست میخوره یا با در حقیقت پیروز نیست وقتی که به حرف مشاورینش گوش نمیکنه، یا این که قدرت تمیز دادن بین اندرز نصیحت خوب و نصیحت دشمنان خصمانه رو نمیفهمه، و بنابراین ناآگاهی و نصیحت ناپذیری به عنوان دو عنصری که تعیین میکنه تاله فرجام سیاه غزنوی‌ها رو.
و بعد میرسیم به خود نظام الملک. اطلاعاتی که من خب سعی میکنم که نشون بدم که ما یه اطلاعاتی محدودی داریم، مثلا راجع به بعضی از جنبه های زندگی نظام الملک در هیچ کتابی نیست، تاریخی نیست که نخونید، و بعد در مورد خیلی از اطلاعاتی که شاید فکر میکردیم لازم باشه یا شاید هم لازم باشه برای یه بیوگرافی مدرن اطلاعی نیست. مثلا یکی از و خب مثلا این نکته جالبه، یکی از جنبه های زندگی نظام الملک که تو تقریبا تو هیچ منبع پیشا مدرنی نیستش که بهش اشاره نشه یا به طور مفصل پرداخته نشه، ماجرای امیرالملک کندوری و رقابتش با نظام الملک. امیرالملک وزیر ایرانی بوده که قبل از نظام الملک وزارت سلطان سلجوقی رو، یعنی طغرل عموی ملکشاه رو، ملکشاه سلطان سلجوقیه که سر کار وقت نظام الملک داره می‌نویسه، و امیرالملک کندوری وزیر طغرل بوده و به گواهی تمام، به شهادت تمام مورخین، اگه بیش نبوده از نظام الملک در درایت و فراست و قدرت، کم نبوده به هیچ عنوان از نظام الملک. و در این متون، حالا متونی که با نظام الملک خوبن یه خورده کم رنگ این نقش، متونی که با نظام الملک بدن خیلی پر رنگ میکنن این نکته رو، ولی به هر حال کندو میشه کلی که نگاه بکنیم، امیرالملک قدرتش خیلی زیاد بوده و سلطان و در حتی در زمانی که طغرل خودش در قید حیات بودم، چند نمونه داریم که در حقیقت خیانت میکنه امیرالملک به طغرل به خاطر، و بیشتر از همه چیزم پشتش گرمه به قدرت بی انتهاش شاید، که مطمئنه که زور طغرل نمیرسه به اینکه اینو از سر کار برداره. و خب طغرل میمیره، آل برسلان به جاش میشینه و امیرالملک هم وزیر آل برسلان باقی میمونه. و در حالا کوتاه بکنیم داستانو، نظام الملک و آل برسلان با هم دیگه نقشه میکشن و امیرالملک از سر راه برمیدارن. امیرالملک قبل از اینکه بمیره به یک درباری رد پایینی که اونجا بوده میگه این پیغامو به نظام الملک، به حسن برسون، موقعی که هنوز نظام الملک نبوده، و پیغامی که امیرالملک براش میفرسته اینه که خیلی بدعت ناگواری رو یاد ترکا دادی و این وزیرکشی رو جا انداختی توی این سلسله. خب پر واضحه که شباهت های این با نظام الملک به در حقیقت این تاله نظام الملک، یعنی آینده نگری امیرالملک، یعنی آینده بینی امیرالملک، خب شگفتی آوره دیگه که این در حقیقت قبل از اینکه نظام الملک درست در آغاز صدارت نظام الملک تکلیفش تا یعنی آخر صدارتش گفته شده آردی، مثل از قبل پیشگویی شده، یعنی پیشگویی امیرالملک در حقیقت همین سوالو برای خواننده باید مطرح بکنه که چقدر برحق بوده نظام الملک، نظام الملک وزیر به این خوبی و به این مثبتی راجبش نوشتن، اینقدر انعکاس تاریخی نظام الملک مثبته، ولی در همون ابتدای کار یک ناعدالتی خیلی بزرگ و شاید نابخشودنی هم انجام میده، یعنی نظام الملک مطهر و پاکیزه و عاری از عیب و عاری از گناه نیست، و این چند بودی بودن این تصویر تاریخی نظام الملک که یکی از راه‌های ابراز اون، یکی از راه‌های در حقیقت انعکاس چند بودی بودن شخصیت نظام الملک در همین منزه نکردنشه، یعنی شما در تمام متونی که حتی متون شافعی که خب خیلی خیلی بیشتر از متون حنفی یا غیره به نظام الملک بزرگ بزرگ می‌کردن تصویر تاریخیش و نقش تاریخیشو، حتی در متون شافعی
شما میبینید که این خدشه ها و لکه های سیاهی که ننگ آورن برای نظام ملک، اینا پاک نمیشن و این به نظر من یه نکته مهمیه که بعد در نظر بگیریم. یه چیز دیگه که بعد چپترهای بعد راجع به عناوین مختلف، یکی از چیزایی که بهش نگاه میکنم این که واقعا نقش نظامیه ها در زنده نگه داشتن میراث نظام ملک چیه و به این نتیجه میرسم، یعنی این فرضیه رو مطرح میکنم که برخلاف اون چه فکر میکنیم یا شاید آموختیم، نظامی ها نقش چنان پررنگی ندارن در تداوم ارزش تاریخی و نقش تاریخی نظام ملک. سیر الملوک خیلی نقش مهمتری رو ایفا میکنه در این زمینه تا مدارس نظامیه. خب یکی این، و بعد در چپتر یکی مونده با آخر کتاب راجب دگربینی یعنی آدرنس، دگرپردازی در سیاست های نظام ملک و در میراث تاریخیش هست. برای اینکه یکی از مسائلی که ما همیشه در مورد نظام ملک داریم و در این چارچوبی که من برای کتاب انتخاب کردم، یعنی حرف من توی مقدمه کتابم اینه که ما تاریخ ایران در دوره بین انحطاط عباسی و روی کار اومدن تیموری‌ها یا حالا شاید صفویه به اعتباری، تاریخ ایران مرکز نداره، این فاقد مرکزیته. یعنی ما مثلا شما تاریخ سوریه رو بخواید بنویسین در قرون بین در این مقطع تاریخی بین سقوط عباسی‌ها و روی کار اومدن عثمانی‌ها، میشه رو دمشق تمرکز کرد، میشه روی قاهره در مورد تاریخ مصر یا بغداد در تاریخ عراق، یا مثلا میشه یعنی یه مرکز محوری میشه پیدا کرد. ولی همونطور که همه میدونیم این دوره تاریخ ایران مرکزیت نداده و بنابراین این خیلی سوال برانگیز نیست که چرا ما مثلا کتابایی نداریم، تاریخ غزنویان، تاریخ سلجوقیان، تاریخ یعنی اون سلسله‌ای که حکمرانی می‌کرده در یه زمانی، ما نمیتونیم بگیم که مثلا سلجوقی‌ها حاکم ایران بودن یا غزنویان حاکم ایران بودن. این غیر متمرکز بودن تاریخ ایران در این چند قرن تا روی کار اومدن تیموری‌ها یا روی کار اومدن صفویه‌ها، این غیر متمرکز بودن ایران بالاخره در سنت‌های تاریخ نگاری هم که ما داریم و در منابع تاریخی که راجع به تاریخ ایران توی این مقطع می‌نویسن هم منعکسه. و یکی از ادعاهایی که من دارم مطرح می‌کنم تو کتاب اینه که تاریخ ایران مدیوال رو از تاریخ نظام الملک با نگاه کردن به تاریخ نظام الملک بیشتر میتونیم بفهمیم تا با نگاه کردن به تاریخ سلجوقی ها. و این نظام الملکی که من دارم تصویر میکنم، من دارم ترسیم میکنم که ادعام اینه که این نظام الملک میتونه یه آینه ای باشه برای تاریخ ایران، این نظام الملک برای ایرانی شدنش یه مسئله خیلی بزرگ هست و اونم موازین خیلی صریح و بیرودرواسی ضد شیعه نظام الملک در سیر الملوک. بنابراین در چپتر چهارم کتاب من راجع به دیگر بینی نظام الملک چگونه به غیر نگاه میکنه، یعنی اصلا این غیریت به عنوان یک مفهوم، به عنوان یک کانسپت، آدرنس، غیریت، حالا ما هرچی به فارسی میخواییم اسمشو بذاریم، چطوری متبلوره در نوشته های چه نوشته خود نظام ملک که همین سیر ملوک باشه و نوشته هایی که راجع به نظام ملک هستن. و چیزی که یعنی اگه بخوایم نتیجه ها رو، حالا نتیجه گیری ها رو خیلی کوتاه من اینجا بگم، اون چیزی که سه تا آدر، سه تا از غیر کله گنده توی تاریخ نظام، تو زمان نظام و بر نظام ملک هست. یکی
غیر یعنی کسی که از لحاظ مذهبی بیگانه باشه باش، کسی که از لحاظ نقش سیاسی بیگانه باشه باهاش، و کسی که از لحاظ نژادی و قومی باهاش بیگانه باشه. بنابراین یعنی ما یه وزیر داریم که شافعیه و ایرانی، خیلی واضحه، بدون رو درواسی هیچ نوع مخفی کاری نداره در مقابل و داره حکمرانی میکنه به جای یک سلطانی که ترکه و حنفیه. و این یعنی بیرون از این چارچوب اصلا نظام ملک تاریخ نداره. ما باید اینو بذاریم در مرکز این گفتگومون. و بعد مسئله دیگه، مسئله خب بنابراین نظام ملک، آها، یکی از داستانایی که در سیر المرور که و خیلی جالبه اینی که نظام ملک نشسته میگه آخ آخ کاشکی آل ارسلان هنوز زنده بود، زمان آل ارسلان همه چیز خیلی بهتر بود، شاه قدرت داشت، زورش به همه، کسی جرئت نمیکرد برخلاف شاه تو این مملکت یه لیوان چایی بخوره تو این سرزمین. و من هر روز صبح که از خواب پا میشدم از ترس به خودم میلرزیدم که من شافعی ام و الان سلطان حنفی میخواد منو چه کار بکنه. خب سوال اول، سوالی که مثلا همه ای ما پیش بیاد وقتی این قصه رو میخونیم اینه که یه وزیری که داره نصیحت نامه مینویسه و یه وزیری که خودش زندگیش به یه مو بنده، ثانیه‌ای که اون سلطان بخواد میتونه این وزیر رو بده گردن بزنن، این چرا هی بیاد پررنگ بکنه غیر بودن خودش رو از سلطانی که داره که قدرت رو در دست میگی داره؟ یعنی از خودش میاد از یه ور ادعاش اینه که این سلطان سلجوقی نمیتونه بدون اون حکومت بکنه، تمام اساس رابطه این نظام ملک با سلجوقی یا اون طور که ترسیم شده تو منابع تاریخی اینی که سلطنت خودشون، تاج و تخت خودشون رو مدیون نظام ملکن. وقتی که نظام ملک، وقتی که ملک شاه عزل میکنه نظام ملک رو، در ابن عسیر داریم، در کلیه منابع، چه فارسی زبان، چه عربی زبان، چه شافعی، چه حنفی، چه خودی و چه غیر خودی، ما این جمله معروف نظام ملک رو داریم که تو چیکاره ای که بخوای من عزل بکنی، همونی که تخت تاج رو به تو داده، قلم رو به دست من داده یا دستار رو به من داده، حالا در روایت های مختلف طرق مختلف گفته شده. پس بنابراین چرا نظام ملک بیاد پررنگ بکنه؟ چرا بیاد مدام شما میبینید در سیر الملوک مینویسه خراسانی نیار، فقط خراسانی بیار سر کار، عراقی نیار سر کار، فقط شافعی و حنفی بیار سر کار، مثلا چیز نیار، غیر این دوتا مذهب سر کار نیار. و نکته‌ای که میخوام باش تموم بکنم، قسمتی که خودم صحبت میکنم چون برای مهمه که ببینم که در این شهادت گفتگو داشته باشه، اینه که نظام ملک وقتی که راجب غیر مینویسه، یعنی وقتی که راجب مثلا شما آخر نظام ملک رو، قسمت آخر نظام ملک کتاب سیر الملوک، خیلی مورخین مختلفی که تا حالا نگاه کردن به این تاریخ نظام ملک خیلی تاکید داشتن که نظام ملک چون دشمن اسماعیلیه بوده و هی راجب قرمتی و بد می نوشته، بنابراین این چیزی یعنی خیلی معقوله که اون چیز اون در ابن عسیر و در چند منبع دیگه گفته شده که نظام ملک توسط یکی از همین جوان اسماعیلی، حالا قرمتی در کتاب یا ملحد در منابع تاریخی، توسط یکی از همین ملحدا که لباس صوفی پوشیده بوده کشته میشه. خب سوال اول، کسی که دیگه وزیر نیست و برای چی بکشن؟ یعنی نظام ملک وقتی که بعد از اینکه ملک شاه از کرده نظام ملک رو، ملک شاه کشته میشه، نظام ملک کشته میشه و بنابراین قدرتی نداشته دیگه که بخواد، یعنی از بین بردن نظام ملک که ضربه ای نمیزده به اقتدار سلجوقی وقتی که دیگه سر کار نبوده. و خب البته در خیلی از منابع هم خیلی روشن اشاره میشه به اینکه ملک شاه نقش داشته در
از بین بردن نظام ملک. یعنی این هم اینجوری نبوده که من بخوام کشف بکنم که ملکشاه نظام ملک رو دستور قتل نظام ملک توسط ملکشاه صادر میشه. تو خیلی از منابع هست که خیلی سریع گفته میشه که مثلا میگویند که خود شاه نقش دستور قتل وزیرش رو صادر کرده بوده. و این البته خیلی از لحاظ منطقی هم باید باشه، یعنی قابل قبوله، چون که وقتی که نظام ملک رو میکشن، نظامیه اصفهان، غلامای نظام ملک تو نظامیه اصفهان میان و انتقامش رو میگیرن و کسایی رو که با نظام ملک، یعنی اون جناحی رو در خواص سلجوقی که با نظام ملک خصومت داشتن، اونا رو از بین میبرن و صحبتی از حمله اونا به اسماعیلیه یا به بددینان نیست. صحبت از تمام منابع غلامای نظامیه وقتی که میخوان خونش رو، خون نظام الملک رو پاک بکنن، میرن و از خواص سلجوقی رو، یعنی از حلقه خواص سلجوقی ها رو وزیر به از انتقام رو از اونا میگیرن. بنابراین شما، من با این چیزی که میخوام بهش نکته که میخوام اشاره کنم در آخر اینه که فصل‌های آخری پایانی کتاب سیرالملوک که راجع به شورش‌های بر علیه قدرت، همون فصل هاست که ضدیت نظام الملک با اون چیزی که حالا به قول خودش در گویش خودش بددینان، یعنی شیعه، اون چیزی که ما بهش میگیم شیعه اثنی‌عشری، ما میگیم شیعه اسماعیلی و یا قرمطیان، این در فصل‌های آخری کتاب سیرالملوک که راجب، یعنی همش در حقیقت تاریخ شورش‌های مختلفیه که بر علیه قدرت حاکم زمان خودشون این شورش ها بوده، خیلی مهمه که ما بپردازیم به این مسئله سیاسی، یعنی بود سیاسی این فصل ها، به این معنی که اینا همش، هیچ کدومش راجب قیام دینی نیست، هیچ کدومش راجب یک نهضت دینی نیست، همش نهضت سیاسیه که هدفش براندازیه نظم موجوده. و مهمتر از همه، مهمترین درسی که به نظر من، یعنی نکته سیاسی که توی این فصلهایی که به ظاهر راجبه نقش بددینان در ایجاد ناثباتی سیاسیه، در حقیقت مهمترین مسئلهش نقش ایدئولوژی در مشروعیت دادن و بنابراین قدرت و استحکام دادن به نهضت‌ها و صداهای مخالفه. و این نقش ایدئولوژی، یعنی اون چیزی که ما در بیوگرافی معروف تولستوی و قبل از اون معروف تروتسکی و قبل از اون هم می‌بینیم، The Armed Prophet، پیامبر مسلح، پیامبری که، یعنی تو هم پیام داری و هم اهل و دنبال کسب قدرت هستی. در حقیقت نظام ملک کاری که میکنه در این چهار تا فصل آخر کتاب سیرالملوک اینه که به شاه بگه که یا، یعنی یکی از راههایی که خیلی، یعنی تو یا میای و برای خودت یک بیس ایدئولوژیک و بیس مشروعیت تصریح شده و تأکید شده و ملموس ایجاد میکنی یا از سر کار میفتی. و البته و صد البته که بر هیچ کس از تاریخ دانان و علاقمندان تاریخ و خوانندگان نظام و کتابای نظام و منابع تاریخی دوران پیش از مدرن پوشیده نبوده که نزدیکترین و اهلیترین نمونه، بارزترین نمونه متفکر مسلح که در که ملک شاه و سلسله سلجوقی رو در حقیقت تهدید می‌کرده، خود نظام ملک بوده. و بنابراین اون آرمد پروفتی که اینقدر پررنگ راجع بهش هشدار میده به سلطان سلجوقی، شخص نظام ملک بوده. و
من همینجا تموم میکنم و خیلی چیزای دیگه هست، من تا ابد راجع به نظام ملک حرف بزنم، ولی واقعا نمیخوام که این کارو بکنم و خیلی ممنون. خیلی خیلی متشکرم، بسیار بسیار عالی بود. من داشتم فکر میکردم که همینجور سوالا رو ردیف کردم، دیدم جواب خیلی از سوالا رو شما دادید. من برمیگردم به این ماجرای، چند تا اجازه میخوام از حاضرین که سوالای اول خودم بپرسم و سوء استفاده بکنم موقعیت که دارم. سیرالملوک توی توضیح دادیم که داره نظام الملک درباره نصیحت ناپذیری سلطان حرف میزنه که چه نصیحتی رو باید بشنوه، باید تمیز بده بین این نصیحت دشمنان و این حرف. خب این نصیحتی که این شما رو به تا آخرش توضیح دادین که مهمترین نمونه متفکر مسلحی که تهدید برای سلجوقی خود نظام الملکه، به خاطر اینکه شما یه وزیر شافعی ایرانی داری در برابر یه سلطان ترک حنفی که این اصلا وزیر شده ریشه اینو میخواد بکنه اونجا. ولی سوال اینه که این توصیه هایی که این آدم میکنه در چه راستایی است؟ این توصیه توصیه اخلاقی نیست، توصیه در راستای حفظ قدرت اوریانه. یعنی وقتی میگه که چه میدونم این شیعیان و علل اطلاق، حالا اسماعیلی غیر اسماعیلی نداره، بعد نمیدونم هر کسی که غیر ما باشه رو برو ریشه‌شون رو بکن، اینا اصلا تهدیدن برای نظام. این مشورت دادن این وزیر در راستای منافع قدرته، در راستای منافع مردمه، به مب ایران کار داره. چون اینم یکی از سوالای بعدی که من میخوام بپرسم در ادامه اون، متعلق مشورت دادن خواجه نظام الملک چیه؟ سوال بعدی من که بعد میگرده به اون نکته که شما درباره غیر متمرکز بودن ایران گفتین که ما ایران یک پارچه متمرکز یه دست نداریم. این روزا ما زیاد میشنویم بحث ایران شهر و ایران شهریگری و که شده به یه تعبیری خود شده یه تروپی، یه چیزی شده که مردم خیلی دربارش حرف میزنن و استفاده میکنن. به گمان شما چنین تصوری از ایران و ایران شهر اصلا در ذهن یه آدمی مثل نظام الملک، که فراموش نکنیم یه وزیر شافعی ایرانی توسیه که داره در دستگاه پادشاه سلجوقی ترک حنفی کار میکنه، و آیا خودشو با ایران و ایران شهریگری آیدنتیفای میکنه؟ یعنی تصوری که نظام الملک از ایران داره با تصوری که خود دوره های مختلف از ایران شکل گرفته، چون وقتی میگیم ایرانی بودن، ایرانی بودن یه مفهوم کانستراکتد دیگه، شما که نمیتونی بگی منی که امروز ایرانی میفهمم با اونی که 100 سال پیش و 200 سال پیش میفهمه یه تصور داره، یه چیزی که به مرور زمان تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. این دو تا سوال اصلی منه. و درباره نظام الملک هم قطعش که صحبت کردین، حالا من یه نکته بعد خواهم داد، من صحبتمو تمام میکنم و بعد از جواب من میریم سراغ مخاطب. مرسی. ممنون از شما آقای دکتر برای سوال خیلی خوبتون. البته من دیگه شاگرد نظام الملک هم سیاست مداریم خیلی بالاست، بنابراین چون که به همین دلیل جوابتون رو اینجوری، یعنی من فکر میکنم اینجوری مفیدت بهش فکر بکنیم که یکی از، خب به هر حال نظام الملک همونطور که شما فرمودین، خب اصلا نمیشه سیرالملوک رو خون و فکر نکرد که این آدم با یعنی شیعه رو علم میکنه برای به عنوان دشمن غیر قابل، یعنی دشمنی آشتی ناپذیر اصلا به هیچ کس قدر. ولی خب ولی مثلا شما این، یعنی بحثی که من مطرح میکنم اینی که برای شناخت نظام ملک از یه بر شما اینا رو داریم تو سیرالملوک که اصلا قابل انکار نیست، از یه برم سیاست های نظام الملک وقتی سر کار بوده. خب اینا رو که کنار هم میذاری میبینی شیعه ستیزی در کار نبوده. یعنی شما مهمترین منبع اینو، البته ژان اوبن در حقیقت اولین مقاله‌ای که من خوندم در این زمینه که فکرم رو به این جهت سوق داد، مقاله ژان اوبن بود که وقتی که به سیاست های نظام الملک در زمانش فکر میکنیم و بهترین منبعی که در دست داریم برای آشنا کردن خودمون با سیاست های نظام الملک در قبال کامیونیتی های شیعه زمان خودش، کتاب النقض
قزوینی را عبدالجلیله. و شما وقتی که این کتاب رو که میخونید میبینید که در حقیقت موضعی که نویسنده و این در زمانی که مینوشته عبدالجلیل مینوشته نظام الملک مرده بوده، یعنی این ترسی از نظام الملک نداشته که بخواد اینو بنویسه. شما میبینیم که خیلی تاکید داره عبدالجلیل که نشون بده که سیاست هایی که نظام الملک اتخاذ کرده بوده در زمان صدارت خودش به هیچ عنوان مغایر با منافع شیعه نبوده، یعنی حتی در مورد نظامی ها، در مورد مسجدهایی که نظام الملک می ساخته و راجب مدارسی که می ساخته، حتی راجب اونا عبدالجلیل خیلی مثال زیاد مفصل نوشته راجب این که اون واسه شافعی ها می ساخته ولی جلوی کس دیگر نمی گرفت که واسه حنفی ها نسازن، یا اینکه برای تشیع نسازن یا برای مذاهب دیگه نسازن. یک نمونه دیگه اون نامه معروفیه که به شیخ ابواسحاق شیرازی که مهمترین متکلم شافعی زمان خودش بوده و نظام الملک میذارتش این در رأس مدرسه نظامیه بغداد که خب obviously مهمترین نظامیه بوده که وجود داشته در اون زمان، و در اثر پسری، حالا داستان مفصل، پسر قشیری صاحب رساله قشیری هم میرفته بغداد و خلاصه شیخ ابواسحاق هم اینا نطق میکردن در نظامیه، در کلاس درس میدن، منبر میرفتن در نظامیه بغداد و به همبلیا، حالا اگه مخالف اینا باشیم میگیم اینا به همبلیا نیش میزدن، یا اینکه به هر حال همبلیا از اینی که اینا اینقدر قدرت داشتن سوء استفاده میکردن، یعنی ناراحت بودن و بنابراین هی جنگ و نزار را میفتده بین جمعیت همبلی بغداد و جمعیت شافعی بغداد یا طرفدارای نظام الملک، یعنی کمپ نظام الملک و سلجوقی ها در بغداد. و نظام الملک نامه خیلی معروف می نویسه به شیخ ابواسحاق که در منابع شافعی هم محفوظه و میگه که ما این مدرسه ها رو ساختیم برای ترویج اسلام، اگه بخواد که باعث نفاق و باعث جنگ و ستیز بشه در همشون رو من تعطیل میکنم. خب یعنی این یک شاهد که نظام الملک سیاستمدار زیادی درجه یکی بوده که بخواد با تکیه بر فرقه گرایی و جنگ فرقه‌ای حکومت بکنه، چون فرقه گرایی و جنگ فرقه‌ای همیشه آتوی آدم ضعیفه. یعنی این نکته به نظر من سر تا سر در سیر ملوک قابل اثبات، حتی بعد در منابع و در نوشته‌های دیگه‌ای که راجع به نظام ملوک هست که فرقه گرایی و تشدید فرقه و فرقه در حقیقت تفرق رو سوسه پراکنی میخونه، یعنی اسلحه و سلاح آدم ضعیفه نه آدم مقتدر، و بنابراین از اسباب و آلات اقتدار به دوره. و اگر بخوایم کاتگورایز بکنیم و یعنی طبقه بندی بکنیم که ادوات قدرت چیه، دفنیتلی فرقه گرایی ضد قدرت من، یعنی ازدیاد و تشدید منابع قدرت و سلطه است. این یک. بعد شما میبینید که مثلا در یکی از مهمترین و مفصلترین تاریخچه هایی که ما داریم از نظام ملک در خانده میره. خب و خیلی جالبه برای اینکه نظام الملک همطور که میگذریم در زمان اونا هم سنی بوده خاندمی، یعنی به هیچ عنوان نمیشه بهش به عنوان مورخ شیعه نگاه کرد، ولی زمان میرسیم به این زمان، میرسیم به قرن 14-15 میلادی، نظام الملک صاحب 12 تا پسر میشه، مثل 12 تا امام ما یکی از یکی بهتر، و این 12 تا پسر یعنی به هیچ عنوان منشأ تاریخی نداره، ولی خب 12 تا پسر پیدا میکنه و هر کدوم از پسرهاش هم مثل به عنوان یه سفیر خودش، یعنی مثلا یک شمسی که دورش اقمار دوازدهگانه در حرکتن، شما میبینید که یواش یواش داره این سیر تاریخیه، یعنی این قرینه رو من در چپتر آخری در کانکلوژن کتاب، نتیجه گیری کتاب، دقیقا همینه که چطور به صورت موازی یعنی پرالل هم تصویر تاریخی نظام الملک ایرانی میشه و هم
در همون زمان هویت ایرانی که ما امروز داریم میتونیم بهش نگاه بکنیم و بشناسیمش در حال شکل گرفتنه. و در مورد هر دو، هم در مورد هویت ایرانی و هم در مورد شخصیت نظام ملک و در حقیقت چهره پردازی تاریخ نظام ملک، هر دو ایرانی و اسلامی هستند در آن واحد. یعنی مثل زبان فارسی، نیو پرژن، فارسی نوعی که به وجود میاد به عنوان زبان متبلور ایران اسلامی، این و نظام ملک به عنوان، و ما اگر سیاست مداری رو، همونطور که اتفاقا خود دکتر طباطبایی هم راجع به مسئله نوشتن، ما اگر سیاست مداری رو رکن اصلی میراث تاریخی ایران قبل از اسلام بدونیم، یعنی اون چیزی که منتقل میشه. هیو کندی هم راجع به این مسئله خیلی نوشته که مثلا وقتی که ما میخوایم دیگر سیاسی رو در متون اسلامی نگاه بکنیم، رومیا نیستن، با وجود اینکه اونا شاید خیلی قدرتمندتر از ساسانی سازازمینی که از بین رفتن، دیگر تاریخی سلسله های اسلامی ساسانیانه. و این خودش یه تاریخچه داده که باید بشناسیمش. میدونی چرا ایران ساسانی اینقدر بزرگه ولی روم که همونقدر یا خیلی بیشتر هم مقتدر بوده، هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ نظامی حضور پررنگتری داشته، دگر تاریخی جهان اسلام نیست. دگر تاریخی جهان اسلام ایران ساسانیه و نظام ملک هم متبلور اونه و هم ساخته و پرداخته ایران فرهنگ ایران اسلامی، مثل زبان فارسی، مثل خود ایران. و این سیر تاریخی، یعنی این سیر دو تا مفهوم تاریخی، نظام ملک به عنوان یه مفهوم تاریخی و ایران و هویت ایرانی به عنوان یه مفهوم تاریخی دیگه، اینا رو ما میبینیم که همزمان و موازی رشد و نمو دارن تا قرن حاضر. خب خیلی ممنون. من اینجا در فهرستی که میبینم کسی نه دست رو بالا برده برای کیو ان ای، اینجا پرسیدن خانم دکتر نهای توسلی زارن اینجا چیز اسمشون نوشتن، به گمانم سوال دارن. خانم توسلی من آیا هستید یا نه؟ زارن نیستن هنوز. آقای عباس مهرورز، من میکروفون شما رو باز میکنم که بتونید سوالتون رو بپرسید. میکروفونتون بسته است آقای مهرورز، خود باز کنید. سلام، صدای من میاد؟ بله بله. سلام، خیلی ممنونم از توضیحات شما و خانم دکتر یاوری عزیز. یه سوالی رو من توی کامنت‌های عمومی هم نوشتم درباره همین رابطه نظام الملک با شیعیان به طور عام، یعنی چه شیعیان اثناعشری، چه اسماعیلیان و غیره. شاید یک دلیل این که در کتابش بسیار برجسته هست، این رابطه عمیق او با متشرعان شافعی و حنفی باشه. متشرعان رو به طور عام میگم، شامل فقیهان و روحانیان، چون از زمان ورود سلجوقیان در واقع متشرعان تونستن ذهن خام سلجوقیان رو که در واقع ترکمانان بیابانگرد بودند و تازه وارد تمدن شهری شده بودند و به صورت یک حکومت ناچار بودند، ناگزیر بودند که با شهریان رابطه داشته باشند، ذهن خالی اونها رو در واقع تصرف کردند این متشرعان. شاید نظام الملک هم ناچار بوده با این متشرعان رابطه صمیمانه برقرار کنه. توضیح این که تدریس فلسفه در نظامیه ها ممنوع شد، امری که مطلوب متشرعان بود و ما میدونیم که متشرعان دشمن اصلی فلسفه به شمار میرفتند و در دوره سلجوقیان در واقع این رکن مهم تمدن اسلامی که فلسفه بود و مادر علوم اسلامی به شمار میرفت، از همین دوره ممنوع شد.
خواستم این رو سوال کنم. در واقع دلیل مخالفت نظام ملک باشیه شاید همین رابطه عمیق با او با متشرعان شافعی و حنفی باشه. اولا خیلی سلام آقای دکتر مهربرز و خیلی ممنون از سوالتون. البته من در جواب اینو نکته رو خوشحالم که این سوالو کردین، به خاطر اینکه یکی از نکته هایی که باید حتما عنوان میکردم و نکردم در این سخنرانی، یعنی نپرداختیم بهش، رابطه خیلی نزدیک نظام الملک با اهل و صوفیان بود و این یکی از مسائلیه که در منابع تاریخی با زباره خیلی راجبش صحبت میشه. یعنی نظام الملک و منم خیلی پررنگ میکنم اینو در بیوگرافی نظام الملک، به نظر من یکی از ویژگی های نظام الملک در دیدن آینده، یعنی آینده نگری، یکی از دلایلی که یکی از شواهدی که میارم برای این که میگم نظام الملک به طور اخص آینده نگر بوده، یعنی حتما در آینده ایران که بعد از درگذشت نظام الملک میاد در شکل دادن به اون آینده خیلی مؤثر بوده نظام الملک، یکی از دلایلش، دلایل یکی از شواهد آینده نگریش اتحاد غیر قابل انکارش با صوفیان. یعنی ما خیلی اینو میبینیم در منابع که هی به نظام الملک میگن که مثلا فلان کس میگه که من از وزیر به این مقتدری و مثلا همه چیز کمال تمامی شکایت دارم که با یه صوفی پشمینه پوشه نمیدونم مثلا لاوبالی بیشتر توجه میکنه تا به متکلمای خیلی مهم زمان خودش. و در حقیقت انتخاب نظام الملک، من یکی از ادعاهام توی این کتاب اینی که نظام الملک با صوفیا نزدیکه به خاطر اینی که نظام الملک ضد فرقه گراییه و در جو سیاسی حاکم بر جهان اسلام در قرن 4 و 5 هجری تنها گروهی قابل ملاحظه، تشکل قابل ملاحظه‌ای که ضد فرقه گرایی موضع آشکار گرفته بود صوفیا بودن. و اینو شما میتونید در نوشته های صوفیه که بعد از سقوط عباسیان هم که البته خیلی پررنگتر میشه، مثلا در نوشته های سمنانی و بعد تا برسیم به زمان نخجامی و ملا حسین کاشفی و پسرش و غیره و غیره، این تأکید بر در حقیقت افتضاح، یعنی بد دیدن و منفور دیدن فرقه گراییه. شما میبینید در رساله قشیریه شکایت من اهل سنت، مسئله اساسی که مطرح میکنه این نزاع بین حنفیه و شافعیه است. یعنی یکی از مسائلی که بعد در نظر بگیریم اینی که این اتحادی که شما بهش اشاره میکنید یا نظام الملک مینویسه راجبش در کتاب سیر الملوک، در حقیقت درست ضد تاریخ زمان خودشه. برای اینکه اون وقتی که مغولا میرسن، یعنی ارتش مغول وقتی میرسه به نیشابور مثلا، خب این خیلی مشهوره در منابع ما داریم که چیزی نمونده بوده که از نیشابور چیزی نمونده بوده که بخواد دفاع بکنه از تمامیت ارضی خودش، به خاطر اینکه حنفیه و شافعیه اینقدر جنگیده بودن که این که درب و داغون بوده اصلا شرق قسمت‌های شرقی ایران. و شما این همین مسئله رو دوباره، یعنی شاهد دیگه‌ای که بعد در نظر بگیریم وقتی می‌خوایم راجع به این نکته فکر بکنیم، نقش نظام ملک، یکی از دلایلی که نظام ملک اهم بزرگ شده بوده این بوده که و عزیز بوده برای نویسندگان و متفکرین جهان اسلام زمان خودش و بعد از خودش، مثلا نقش خیلی مهم اساسی که بازی کرده در برگردوندن قشیری و امام الحرمین از مکه که به اعتراض که طغرل دستور داده بوده، حالا به تحریک شده بوده توسط کندوری یا نه، مورخین مختلف عقیده مختلف دارن، ولی به هر حال در زمان طغرل‌بیگ که سلجوقی دستور لعن اشاعره رو داده بودن از منبرای نیشابور، از منبرای خراسان، و به همین دلیلم مهمترین
متشرعین و رهبرای اشعری شافعی خراسان رفته بودن به متحصن شده بودن به مکه و زمان نظام ملک که این لعن از منبر رو من میکنه اینا برمیگردن به خراسان. باز دوباره مثال بعدی رابطه نظام ملک با یکی از معدود صوفیای حنبلی زمان خودش یعنی خواجه عبدالله انصاریه و و و و و الاخر. خیلی میشه در این زمینه صحبت کرد، ولی به هر حال به نظر من دلیل این که نظام الملک صوفیا رو انتخاب میکنه برای اینکه باهاشون اتحاد چند لایه‌ای ایجاد بکنه، همین موضع ضد فرقه‌گرایی اهل تصوف بوده در اون زمان. خب خیلی ممنون. آقای جواد عباسی یه سوالی پرسیدن، من سوالو میخونم برای شما. گفتن با درود سپاس، به طور مشخص تشابه و تفاوت نگاه شما با دکتر طباطبایی در مورد خواجه نظام الملک در چیست؟ به نظر من این خیلی البته ربطی به کار من نداره، ولی اون چیزی که خیلی کار من و دکتر طباطبایی، نگاه من و دکتر طباطبایی شاید واقعا فرق بکنه، اینی که سوالی که من در به دنبال پاسخ دادنشم فرق میکنه با سوالی که ذهن دکتر طباطبایی رو با خودش مشغول میکنه، و ایشون از منظر فلسفه سیاسی نگاه میکنن و من با نگاه تاریخی بهش نگاه میکنم به منابع، و این فکر میکنم که فرق خیلی مهمیه. یعنی در حقیقت اون دیسیپلینه که دیسیپلین آکادمیک یعنی علوم سیاسی یا فلسفه سیاسی در مقابل تاریخ دو تا نگاه کاملا مختلفه، دو تا منظر مختلفه، و به تبع نتایج، یعنی چون سوالی رو که مطرح میکنه خیلی تبیین میکنه و اون سوال خیلی فرق داره با سوالی که از منظر تاریخی بخوایم نگاه بکنیم، بنابراین جوابا و نتیجه هایی هم که میگیدیم به تبع اون فرق خواهد کرد. خیلی ممنون. یه سوال دیگه اینجا هست، آقای حسنی پرسیدن نظر شما راجع به داستان سیار دبستانی چیست؟ داستان همون داستانه دیگه. سیار دبستانی هم باز البته خیلی وقت پیش، شاید یادم نیست، من در دهه توی هزار دهه های 1900 یعنی خیلی سال پیش، هارولد بوئن که یعنی به این غیر تاریخی بودن این داستان اشاره شده. البته از لحاظ منابع هم اگه بخوایم حالا بحث خیلی دیگه تکنیکال تخصصی بکنیم، منابعی که توش داستان سیار دبستانی قید میشه، این منابع هیچ کدومشون منابع قدیم نیستن و این ساخت پرداخته مورخین بعدی قرن 17-18 میلادی، و یه چند نفرم معتقده که این سیار دبستانی به جای در حقیقت باخرزی بوده، یکی از ارکانش، یعنی حرف سر هارولد بوئن اینه که اون نفر سومش باخرزی بوده، صاحب دومیت القصر و نه خیام، چون البته خیلی آسونه که آدم بگه نگاه بکنه به این سه نفر و بگه این نمیتونه به جز افسانه چیز دیگه ای باشه، چون اصلا تاریخاشون به هم نمیخوره. بنابراین به نظر من این سیار دبستانی رو شاید مهم باشه از لحاظ مثلا اگه صحبت بخوایم بکنیم راجع به تصویر تاریخی نظام الملک، ولی راجع به تاریخ نظام الملک نه، نقش مهمی نداره. خب من یه سوالی داشتم که شاید در امتداد صحبت قبلی شما بود، من میخوام اون سوال رو بپرسم. یه جایی شما گفتید اون اواخر که در واقع دیگریه تاریخ سلسله های اسلامی و به طور خاص حالا به نظام الملک هم میرسیم ساسانیانن، یعنی سلسله ساسانی پیش از اسلام، این به گمان شما ارتباط داره با اینی که موقعی که نظام الملک در اون بخش سیاسیش موقعی که میخواد دیگری های داخلی رو ترسیم کنه، شیعه رو اسماعیلی رو ترسیم کنه،
یکی اینا نمیدونم مزدکی بودن، نمیدونم تمام چیزای پیش از اسلام به اینا نسبت میده، ربطی به همین داره که ساسانیان رو در واقع دیگری میبینه که اینا رو میخواد در چارچوب دیگری قرار بده. این نکته اول من، چون بعد یه خورده سوال پیش میاد اینه که اگه نظام الملک با شیعه به طور کلی مشکل نداره، مثلا عبدالجلیل قزوینی رازی بعد از نظام الملک نمیگه با خوشرویی ازش صحبت میکنه، پس مشکل اسماعیلی شیعه باشون چیه؟ احتمالاً بر این مبناست که شیعه اثنی عشری تهدید سیاسی به حساب نمی اومده، ولی اسماعیلی‌ها تهدید سیاسی به حساب می اومدن. یعنی مبنا کاملا سیاسیه، ربطی به اعتقاد دینی نداره. ابدا. به نظر من البته بنده حقیقی عقیده‌م اینه که هی در نظام ما که اصلا نظام ما بزرگتر از این بوده و قهارتر از این و مختلفتر از این بوده که اصلا عقیده مذهبی، یعنی چون یعنی اون چیزی که بهش میگیم عقیده، کرید، مسئله عقیده اصلا براش مهم نبوده. سوال عجیب، بذار سوال اینجوری بپرسم، چون تو همین کانتکست خورده، چون زمان غزالی زمان نظام الملک نزدیکه و یعنی در واقع کما بیش هم عصر همن، و زمانی که غزالی میاد فضای الباطنیه رو مینویسه، در واقع پیش از اینی که برسه به اسماعیلی نظاری، اصلا مخاطبش فاطمیانن، و دلیل همین که فاطمیان بالاخره تهدید حساب میشن. تو همون دوره است که در دوره مستنصر بساسیری میره بغداد میگیره، یه مدتی اصلا بغداد میفته. دقیقاً یعنی اصلا بزرگ، یعنی سلجوقی‌ها از وقتی عزیز میشن در منابع، یعنی اینجور قصهشون روایت میشه که سلجوقی‌ها به حق برحق بودن، چون آمدن و خلیفه بغدادی رو از خلیفه عباسی رو از دست از چنگال بساسیری در آوردن. و این خیلی نکته مهمیه. منتها خب شما ببینید اون وقت از مثلا این کارو میکنن سلجوقی‌ها، درسته؟ یعنی این تاریخیه، صحبتی درش نیست. بعد همین خلیفه، همین سلطان سلجوقی 100 تا خط و نشون در روز، در هفته به عدده براق میشه بر علیه خلیفه عباسی در بغداد. یعنی شما در همین معنا، در همون منابعی که حافظ این اطلاعات در مورد حمایت سلجوقی ها از خلیفه عباسی در مقابل بساسیری، یعنی همون منابعی که حافظ این اطلاعاتن، همون منابع به ما میگن که سلطان طغرل دختر خلیفه رو میخواسته بگیره. و خیلی جالبه، دختر خلیفه رو میخواد بگیره، خلیفه خیلی ناراحته برای اینکه از این خبرها نیست. خب حالا در منابع اسلامی اینجوره که مثلا در حد خلیفه عباسی نیست که دخترشو بیاره بده به یه سلطان ترکی که تازه از راه رسیده. در سنت در اما مثلا تحقیقای جدید معاصر که روی kinship ties، یعنی علایق قبیله‌ای و ساختار اجتماعی اون چیزی که ما بهش میگیم قبیله به طور عامیانه تحقیق میکنن، نشون میدن که ازدواج بین با قدرت سیاسی مجاور و قدرت سیاسی مترادف یکی از مهمترین سنت‌های تاریخی این قبیله‌ها بوده برای متمرکز کردن و انسجام دادن به قدرت. یعنی اون چیزی که به عنوان تحقیر یا اهانت مثلا استنباط می‌شده در منابع در ما بین خواص امپراتوری عباسی، در میون خود ترکا فقط یه مسئله خیلی پیچ پا افتاده بوده که وقتی که علی از اولین کارهایی که میکنی وقتی که به سر قدرت سیاسی میرسی اینه که با همکیشای خودت یا مترادفای خودت با دختر میگیری ازشون و ازدواج میکنی باشون. و بنابراین نظام ملک، اتفاقا نظام ملک یکی از کارهای، یکی از پروژه های مداوم سیاسیش حفظ سیانت خلافت عباسی بوده از سلاطین ترک. یعنی به همین دلیل هم هست که یک توی اون چپتر فصل چهارم کتاب که من راجع به دیگرهای نظام الملک می‌نویسم، یکی از دیگرهاش همین خلافت عباسیه که علم می‌کنه در قبال سلاطین ترک برای اینکه بخواد، برای اینکه استفاده بکنه از این از نقش
از اهمیت سیاسی دروغین و پرداخته شده، برای اینکه کاملا مصنوعی قدرت عباسی ها، اینا قدرت نداشتن، پول آب خودشون رو قدرت نداشتن، یعنی کاملا متکی بودن رو سلجوقی ها برای حتی یومیهشون، نون روزانهشون رو سلطان سلجوقی میداده، میتونسته فردا بهشون غذا نده، کل خانواده عباسی از گشنگی هلاک میشدن. بنابراین این فیکشن قدرت عباسی هایی که نظام ملک به خیلی ظریف و خیلی زیبا میپردازه در طی 30 سالی که سر کار بوده، بیشتر از همه چیز به خاطر در حقیقت محدود کردن قدرت سلجوقی بوده و برای ابقای خودش، یعنی به این معنی که خودش رو به عنوان سفیر صلح و دوستی، یکی از نقشایی که برای خودش در نظر گرفته بوده سفیر صلح و دوستی بین سلطان سلجوقی و خلیفه عباسی بوده. یعنی آخر قصه نظامی همچین دلش برای خلیفه عباسی هم نمیسوخته، بازم میخواسته بگه خود من مهمم. اصلا دلش نمیسوخته، برای اینکه خلیفه عباسی که نظام اگه میخواسته کاری بکنه بعد میرفت دنبال یه مرجعی که یه قدرت داشته باشه، و خلیفه عباسی قدرتی نداشته اون موقع که بخواد لیلی به لالاش گذاشتن برای کسی فایده معلوم داشته باشه. ولی برگردیم به این سوال ساسانی شما که به نظر من یه نکته جالبیه، فقط خیلی کوتاه که ببینید یکی از، یعنی این دیگری که البته همونطور که گفتم اینم روی متحده راجبش نمیشه، یعنی این من خودم این تحقیق رو انجام ندادم، من استفاده کردم از نوشته های روی متحده، از نوشته های هیو کندی در این مورد، ولی این دگر داشتن ساسانی ها، مثلا شما ببینید اصلا در زمان خلیفه عباسی المنصور ادمان مقفع، در زمان، یعنی اصلا کلمه ملحد زندیق بوده و بنابراین، یعنی این یا جبر، یا حالا شما مثلا در کتابی که نوه شیخ ابوالاسحاق کاظمیونی راجبش نوشت، اسمش فردوس مرشدیه، مثلا جبر به عنوان یک واژه اهانت‌آمیز یا زندیق، یعنی اینا نشون میده که چقدر رابطه چند لایه بوده، یعنی شما در زمان خلفای عباسی، در زمان المنصور مثلا خلیفه های اول عباسی که تمام نظام اداری امپراتوری عباسی الگو برداری شده بوده از نظام اداری ساسانی ها، یعنی احیای میراث ساسانی یکی از پروژه های ایدئولوژیک خلیفه المنصور بوده، همونطور که دیمیتری گوتاس نشون داده توی کتاب خودش، که این کتاب هم به فارسی اتفاقا ترجمه شده و قابل دسترسیه در ایران، در همون زمانه که زندیق کلید میخوره و رایج میشه در نوشته های سیاسی، یعنی حتی در مورد ضدیت با ایران ساسانی این ضدیت نیست، دشمنی نیست، این در حقیقت چند لایه است این رابطه، یعنی هم از یک بر الگو برداری و قرینه نمایی کامله و هم از یه بر ضدش. و این نظام ملک هم اتفاقا خیلی جالبه، نظام ملک توی یکی از داستانهایی که داره همون داستان معروف انگشترش که یه روز رفته بوده با نماینده، یادم نیست درستی با نماینده سلطان سمرقند یا خودش با خود سلطان سمرقند رفته بوده، خلاصه به یه دیدار رسمی و انگشترش رو دست راستش میپوشیده و یه جاسوسی، حالا از چند تا لایه جاسوسی میگذره داستان، خیلی پیچ و خم داره، خلاصه خبر به گوش ملکشاه میرسه که نظام ملک انگشترش رو دست راستش به دست کرده بوده، در صورتی که نظام ملک میگه من این انگشتری دستم رو اذیت میکردی باش بازی میکردم، از این دستم در میابردم میکردم، این دستم چون گشاد بود نمیخواستم گم شه،
و بعد میگه اگه منی که نظام الملکم باید اینقدر خرج بکنم، اینقدر رشوه بدم که این خبر به گوش شاه نرسه که به من تهمت ملحد بودن و اسماعیلی بودن نزنن، شیعه بودن نزنن، پس دیگه بقیه مردم بچه کار بکنن. یعنی این اصلا دیگه در هیچ، به نظر من هیچ شاهدی، هیچ مطلعی دیگه لازم نیست برای اینکه نشون بده که این توپوس آدرنس، توپوس دیگریت یه مفهوم سیاسیه توی این کتاب. حالا یه چیزی که اضافه کنم بهش، یعنی در واقع در ادامه همین نکته شماست، اینه که به طور خاص به اسماعیلی نظاری اگه نگاه کنیم میبینیم که این تاریخ این روابط خیلی فراز و نشیب داره. یعنی پیش از زمان حتی جلال الدین حسن، یعنی در دوره سنجر، رابطه توی مدت طولانی رابطه صلح‌آمیزه، رابطه خیلی نزدیکیه و کشت و کشتاری در میون نیست، همزیستی میکنن با هم. بعد یهو ورق بعد میگرده که سنجر دوباره دشمن میشه و شروع میکنه به قلقم اسماعیلیه و این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا زمان جلال الدین حسن که اصلا رابطه هم با شاه وقت ایران خوب میشه، هم با خلیفه عباسی خوب میشه. یعنی تا یه مدتی، یعنی تا آخر دوره جلال الدین حسن رابطه صلح‌آمیزه و بعد دوباره ورق برمیگرده. یعنی این فراز و نشیب خیلی سیاسیه. یه نفر دیگه دست بالا کرده، آقای حسن شهپری. من باز میکنم میکروفون شما رو. صدای ما رو دارین؟ من صدای شما رو دارم. شما چطور صدای منو دارید؟ بله بفرمایید. خانم دکتر یاوری، من دو سوال دارم که اینها ممکنه 100% ربطی به در واقع تاریخ گرایی شما نداشته باشه، و اون این است که پاره ای از کسانی که منتقد در واقع فرهنگی ایران هستن، فرهنگ اسلامی ایران، مثل آرامش دوستدار، معتقده که دوران حسن صباه یکی از نمونه های برگزیده آزادی زن بوده. یعنی اشاره میکنه به دوران، شاید مراسمی که حسن صباه با خانمش میاد بیرون در جمع بزرگی و از صورت زن باز بوده و حجاب اسلامی نداشته. آیا چنین گرایش مربوط به آزادی زن در اون دوران میتونه یک امر خردگرا تلقی بشه که حاکم بوده یا خیر؟ سوال دومم در مورد عرض کنم که تایید یا تکذیب شما راجع به این نقطه نظری. به نظر میاد که، و اینا رو من در کتاب خودم منتشر کردم در مورد اقتصاد اسلامی و مسائل موبیلیتی، به نظر میاد که شافعی ها نسبت به سایر شاخه های فقهی اسلام بیشتر کتاب خوان و در واقع تحصیل کرده تر باشه، اگر باشه این اصطلاح رو به کار برد، و به این لحاظ امکان، عرض کنم که امکان مبادله فکری باهاشون بیشتر از حنبلی ها و عرض کنم که تا حدودی حنفی و خواهد بود و مالکی ها. آیا چنین تصور که شاید هم تاریخی نباشه، بیشتر مقوله بحث فلسفی با هم راشه، درسته یا درست نیست؟ خیلی ممنونم از شما جناب شهبری و سوالای دقیق و خوبتون. من بیشتر از اینی که، یعنی فکر می‌کنم جالب‌تر از اینی که نظر شخصی بدم، در مورد نکته سوال دومتون اول یه نکته رو میخواستم بگم، و اونی که به هر حال در زمان نظام الملک شافعی ها گروهی تازه از راه رسیده بودن و این اصلا گسترش مذهب شافعی ها که این که البته با گروه با فرقه کلامی اشعری عجین بوده در خراسان، در این دوره راجبش خیلی تحقیق شده، خیلی نوشته شده، و یکی از مهمترین و به نظر من بهترین کتابایی که در این مورد نوشته شده، کتاب، یعنی بهترین از لحاظ اینکه فرضیه قابل
مزیه قوی تر و محکم تری ارائه شده برای این که چرا این جنگای فرقه‌ای بین حنفی ها و شافعی ها اینقدر در سطح یعنی اینقدر عمومی بوده در این دوره، ریچارد بولد نوشته، به عنوان کتاب هم هست Patricians of نیشابور، بزرگان نیشابور. و خب چیزی که مسلم از لحاظ تاریخی که نگاه بکنیم اینی که آینده از آن مذهب این گروه شافعی اشعری ها بوده و اینا یعنی در حقیقت در قرن 4 و 5 هجری که ما اون قرن رو میشناسیم با دوران رشد و به قدرت رسیدن گروه های مختلف صوفی در ایران و در سطح امپراتوری عباسی در اون موقع، اینا اکثریت قریب به یقین صوفیایی که سر به قدرت میرسن و رو به یعنی آینده از آنهاست شافعی و اشعری هست و این نکته و این من فکر میکنم خیلی معید فرضیه‌ای که شما فرمودین، یعنی اینا هم تازه از راه رسیده بودن، هم تازه نفس بودن و هم در حال رشد. البته چیزی که مهمه در نظر داشته باشیم که برای این بحث امروزمون شاید نه، ولی اگه بخوایم جدی به این مقوله بپردازیم باید حتما اشاره بشه که همون جور که مادلونگ که ویلفرد مادلونگ نشون داده در کتاب خیلی مهمش، این ما در حقیقت نهضت کلامی که به اوج میرسیده در این دوره ماتوریدیه بوده و این ماتوریدی بوده که از که یه نوع در حقیقت یه ورژن یه اندکی متفاوت از اشعریه رو رواج داده، راجب بهش معتقد بود، بهش اعتقاد داشته و این ماتوریدیه بوده که مذهب غالب میشه در قرنهای بعد. این در مورد سوال اولتون. دومتون در مورد نکته اولی هم که بهش پرداختید، ببینید اینا رو به نظر من هیچ کدوم اینا رو نمیشه قاطع گفت و نظر محکم داد، میشه به منابع تاریخی استناد کرد و بگیم که در قالب این منابع چطور به این مسئله نگاه به مسئله زن در یا منزلت زن در جوامع اسلامی بهش نگاه میکردن. و یکی از مهمترین نکته هایی که به نظر من در این راستا باید بهش فکر بکنیم اینه که از زمان افلاطون، یعنی کاملا به دور از مسائل اصلا قبل از خیلی خیلی قبل از پیدایش اسلام، ظهور اسلام و به قدرت رسیدن دودمانای اسلامی، این بحث سیاسی بین مکتب افلاطون و مکتب ارسطو یکی از ارکان این بحث نقش زن بوده در جامعه و همونطور که میدونید افلاطون طرفدار اون چیزی که ما میتونیم بهش حالا خیلی با اکراه بگیم آزادی زنان و مساوات زنان در جامعه بوده و ضد نهاد خانواده و ارسطو در این ویژگی جمهور افلاطون رو که نقطه ضعف میدونسته اونو میگیره و یک نقشی، یک الگویی برای جامعه ایدئال سیاسی میسازه که درش زن که درش خانواده پررنگه، مدیریت خانواده پررنگه و مدیریت که مختص مرداست، مکتب مدیریت اونجایی که مدرسه میری برای اینکه مدیریت رو یاد بگیری و علایق سیاسی در بطنش تعریف میشن، اون نهاد خانواده است که بعد همونطور که باز البته معلوم و مشهور در مکتب ارسطویی جامعه سیاسی میشه یک الگوی بزرگ، یک ماکروکازم از جامعه، از نهاد اولیه اجتماعی که نهاد خانواده است.
بنابراین این تنازع بین نقش زن در جامعه که آیا این در حقیقت زن سابوردینته، یعنی زن مطیع مرد هست یا زن یا مساوی مرد، یه مبحث سیاسیه، یه تروپ سیاسی، گفتمان سیاسیه که قدمت و ریشش به خیلی قبل از اسلام میرسه. و شما میبینید که در منابع اسلامی، در منابع تاریخی پیشا مدرن جهان اسلام، وقتی که میخواستن بگن یک فرقه، یک نهضتی خیلی بده و افتضاحه و ملعونه و باید که حتما از ساقط بشه، در اون فرقه زنا، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم اشتراکی بودن، این فرقه ها اشتراکی، بهش تهمتی که بهشون زده میشه مثل تهمت این که مثلا شیعه هستی یا اسماعیلی هستی، که در حقیقت به عنوان یک گویش سیاسی، همونطور که مثلا جورج بوش به ما میگه شما اکسیس آف ایول هستید، یا اینکه مثلا ترامپ میاد و ایمیگرنت رو میکنه مرکز این نقطه جدال سیاسیش، شبیه به این رو میبینید. نقش زن در جامعه، منزلت، مقام زن در جامعه یه همچین نقشی رو در طول تاریخ بازی میکنه. یعنی وقتی میخوان بد بگن از یک نهضت سیاسی، میگن اینا زناشون مشتر، زن در این جامعه، یعنی زن به معنی همسر، همسر، نوسیون همسر اشتراکیه و دیگه اختصاصی نیست، همه زنا با همه مرد رابطه دارن. بنابراین این مساوات زن در نهضت یا در دوره حسن صباح به نظر من پربارتره اگر که از این منظر بهش نگاه کرده بشه، یعنی یک تروپ سیاسی، یک بازی سیاسی که در این که به این نحو گفته میشه، روایت میشه، یعنی یک گویش، یعنی بیشتر بعد بهش به عنوان یک گویش فکر بکنیم تا اینکه یک داده تاریخی. من یه نکته فقط اضافه کنم به سال اول آقای دکتر شهبری که ارجاع دادم به آرامش دوستار و آزادی زنان در دوره حسن صبا. این قصه قصه جعلی است، یعنی قدیمی ترین کسی که اینو نقل کردن تو دوره معاصر آخوندزاده اینو گفته و اونم مربوط به دوره علازکه السلام، مربوط به دوره بعد قیامته که زن رو روگشاده آمده و اینجا، و ما در اسناد تاریخی و متون اصیل اسماعیلی مطلقاً ارجاعی و اشاره‌ای به این نداریم که زن اونجا بی‌حجاب بوده. یعنی این کانسپت‌های آزادی زن و بی‌حجاب بودن رو نمی‌دونم این چیزا خیلی متأخرتر توی زبان بعدی ها شکل گرفته. آخوندزاده به این دلیل اینا رو گفته به خاطر اینکه مدرنیست بوده، سکولار بوده و می‌خواسته یه تصویری از سکولاریسم اروپایی رو ارجاع بده، یعنی در واقع فرافکنی کنه به گذشته. اینها بهترین نامزدش اسماعیلیه بودن و به علاوه که سلام هم میگفت بنیانگذار پروتستانتیسم اسلامی. من در یه مقاله‌ای که در یکی دو سال پیش در کنفرانس در دانشگاه آزاد برلین ارائه کردم، موضوع صحبت همین بود که آخوندزاده تصوری که از اسماعیلیه نظاری داره تصور کاملا غیر تاریخیه، یعنی در واقع فانتزیه. میدونیم که توی مکتوباتش اینو نوشته آخوندزاده، و مکتوباتم داستانه دیگه، قصه رو ساخته، در واقع شخصیت‌ها رو خودش ایجاد کرده و پرداخته داستان رو. خلاصه اصالت تاریخی و مبنای سندی نداره. عرض شود که یه دست دیگه بالا داریم، آقای اسماعیل عجمی، من باز میکنم سوالتون رو بپرسید. آقای عجمی باید بلنگوتون رو از میوت در بیارید. آقای عجمی هنوز هستی؟ بله. صدای بندر داری؟ بله. بفرمایید. بله، با سپاس از خانم دکتر یاوری، من بسیار آموختم کسی که خارج از حوزه تاریخه، بنابراین ممکنه سوال من هم خیلی جالب نباشه. با توجه به سلطه خواجه نظام الملک و قدرت کلام و اندرز او، آیا در منابع تاریخی ما اشاراتی داریم که سلطان سلجوقی یا
ملکشاه یا دیگران به اندرز رو گفته ایشان در موقعی که با چالش‌های سخت یا دشواری‌های داخلی جامعه مواجه بودن، آیا گوش شنوا داشتن یا اینکه سلطان خود را بر همه چیز حاکم و عاقل می‌دانست؟ این سوال من. اول که تشکر میکنم از آقای رجمی که گوش کردن به این صحبت‌های ما و این سوالشون هم البته سوال خیلی مهمیه که خیلی، یعنی جوابی به اون صورت بهش نمیشه داد. میشه گفت، میشه، یعنی ما داریم اینو که در منابع تاریخی خب خیلی هست نمونه ای که مثلا در زمان مغالای هند یا در خیلی مثلا در دوره معاصر که زیاد وقتی که میخوایم راجع به یه چالش سیاسی فکر بکنیم، نظام ملک رو مثال میزنیم که آیا نظام ملک اگه بود چیکار میکرد. یعنی این خیلی ثابت، از این نمونه زیاد داریم. اما در مورد سوالت، یعنی در حقیقت قسمت مستتر سوالت که فکر میکنم خیلی جالبه اینه که خب اگه که قرار بود که دانش و خرد سیاسی چیزی بود که میشد تعلیمش داد، یعنی به این دلیل بهش مینویسیم که سنت اندرزنامه نویسی خب خیلی وسیع در تمام جوامع هست، در چین بوده، در اروپای مدیوال، زمان مدیوال بوده، یعنی خیلی فراتر از جهان اسلامی ما سنت اندرزنامه نویسی رو داریم. و سوال خیلی جالب البته اینه که خب اگه میشد همه اینا رو تعلیم داد، چرا شاه خودش نمیتونست صاحب اندرز بشه و همیشه احتیاج به نقش وزیر بود؟ یعنی این دوباره یکی از اون ویژگی های زبان سیاسی پیشا مدرنه که که مخاطب اندرز با گوینده اندرز بینش فاصله زیاد هست و این فاصله هیچ وقت، یعنی ما وقتی که مثلا نگاه میکنیم به نمونه های چه تاریخی چه شبه تاریخی، مثلا سلیمان یا مثل اسکندر، خب مثلا اسکندر یکی از دلایل کبیر شدنش نقش، یعنی این بوده که ارسطو در کنارش بوده. البته این داستان با اینم باز در تاریخ یونان جعلیه دیگه، همچین چیزی که در واقع نبوده، ولی ما خیلی زیاد داریم نمونه کتابایی که می نویسن و می پردازن، یعنی کتابای پیشامدرنی که اساسش رابطه بین، یعنی اون نمونه نمادین شاه و وزیر اسکندر و ارسطو، که ارسطو پیر بود و از لحاظ جسمی رو به زوال و در عوض از لحاظ ذهنی و سرشار و از لحاظ تفکر قوی، و اسکندر جوان زیبا و کاملا از لحاظ جسمی در اوج، اما از لحاظ ذهنی و تفکر در محتاج به نصیحت. یعنی در حقیقت سقوط اسکندر هم در تاریخ، در سنت تاریخ نگاری اروپا اینطور روایت میشه که وقتی که به شرق اومد و ارسطو باهاش نیومد و بعد مثل تمام شاهان و حکمرانان شرقی در حقیقت مستبد شد و وقتی مستبد میشی طاغوت، یعنی اون کلمه طاغوت معروف گفتمان سیاسی خودمون، و ویژگی بارز طاغوت نصیحت ناپذیری است و معصوم بودن در مقابل نصیحت. ولی این، یعنی این نکته که شما بهش اشاره کردید خیلی نکته مهمیه و خیلی هم راجبش نوشتن، جواب این که چرا باید منشأ اندرز خود مخاطب اندرز نباشه، یعنی شاه خردمند، شاه عاقل چرا هیچ وقت نمیتونیم داشته باشیم، همیشه باید وزیر داشته باشه. البته هم سوال بی جوابه، هم
شعله‌ور تحقیقات بسیار و سوالای خیلی جالب. خیلی ممنون. خب دو تا سوال دیگه ما اینجا داریم. آقای مجیدی پرسیدن که در حالی که خانم دکتر نظام‌الملک را فرد فرقه گرایی نمی‌داند، روایت‌ها زیادی نقش شده که وی ضدیت زیادی با اسماعیلی داشته. فکر کنم شما جواب دادین، ولی اگه می‌خواید مختصر یه اشاره دیگه به این بکنید. من فکر می‌کنم یه زبان سیاسیه و یعنی یعنی اینو باید بهش از اون منظر بهش نگاه بکنیم، به همون صورت که به همه، یعنی اگه بخوایم همسانش رو مثال بزنیم، همونطور که قبلنم اشاره کردم، مثلا Axis of Evil که نطق معروف محور شر که جورج بوش کرد، یا در زمان نزدیکتر به ما حرفایی که ترامپ راجب دموکرات ها راجب لیبرال ها، یعنی این در حقیقت زبان سیاسیه و زبان عقیدتی نیست. آقای تورگای شفق اسم ترکیست گفتن که سوال بنده درباره منسوب بودن سیاستنامه به نظام الملک است، یک پژوهشگر روسی به موعظی انتساب بودن، نظر شما در این مورد چیست؟ اینم که البته از اون چیزاست که ولکن معامله ما نخواهد بود، ولی من در مقاله ایرانیکا که راجع به در مدخل سیر المروک مفصل بهش پرداختم، از این دوست عزیز خواهش میکنم که، یعنی من جوابی که الان بخوام بدم به هیچ وجه به اون مستندی و واضحی اونایی که مطلبی که نوشتم و در سایت ایرانیکا هست در مدخل سیر المروک اگه که لطف بکنن و نگاه بکنن، ولی من به نظر من آقای خصمت‌الدین اشتباه میکنن. فقط یک نمونه بیارم از، یعنی سوگلی من در این در رد کردن فرضیه ایشون اینه که در سلجوقنامه ابن بیبی که خیلی نزدیک به، یعنی کمتر از 200 سال فاصله داره با نظام، با کمتر از خیلی 60 سال، خیلی خیلی نزدیک به کمتر از 60 ساله فکر میکنم، باز دقیقی یادم نیست، توی مقاله ایرانیکا نوشتم، سلجوقنامه ابن بیبی ارجاع میده دقیق و بدون هیچ نوع جای شک و شبهه هم باقی نمیمونه، میگه مینویسه در سیر الملوک خواجه نظام الملوک آمده است که، بنابراین چون مثلا شما در غزالی هم میبینید و این نوشته در کتاب سیر الملوک یا در کتاب نظام الملوک، اما در، یعنی اسم نیاورده، اما در سلجوقنامه ابن بیبی خیلی واضح هم مؤلف و هم عنوان نوشته نظام الملوک قید شده. بنابراین حالا به این دلیل و به دلایل زیادی که در همه رو باز کردم در همین مقاله ایرانیکا نشون دادم که این حرف ایشون، البته من فکر میکنم ایشون آقای خصمت‌الدین هم از این موضع خود عقب اومدن، اما در مملکت ما هنوز اینجا نیافتاده، یعنی اون قسمت تهاجمیش جالب بوده ولی پس لرزه ها ندیده گرفته میشه. خب به عنوان سوال آخر خانم کاملیای پور رضایی رو من میکروفونتون رو باز کنم، سوال بعدیتون رو بپرسید. بله در خدمتی، صدای ما رو دارید؟ بله صدای منو دارید شما؟ بله بفرمایید. خیلی فقط مزاحم شدم که تبریک به خانم نگین یاوری بگم برای این کارهای ارزندهشون و لازمشون، و ضمناً به مادر ایشون خانم پروفسور هورای یاوری هم تبریک بگم که نه تنها خودشون واقعا اینقدر ارزنده هستن، بلکه چنین دختر خانم خوبی رو پرورش دادن که مایه افتخار ما ایرانی هست. صحبت دومم این بود که من خیلی کنجکاوم راجع به تاریخ، یعنی فراز و نشیب نقش زنان ایرانی و همچنین به اصطلاح رفتار و قبول کردن نقش خانم‌های ایرانی در طول تاریخ چی هست. من نمی‌دونم شما در این مورد کاری چیزی انجام دادید یا نه، ولی در این مقطع من فکر می‌کنم خیلی لازمه که ما ببینیم که
چی بوده نقش خانوما؟ چون خب ما اینجوری شنیدیم شاهزاده داشتیم، خانمای با قدرت داشتیم، خانمای بسیار به اصطلاح مهم و مؤثر داشتیم، ولی در تاریخ ما این نقش خانوما فراز و نشیب داشته و عللش واقعا چی بوده؟ این برای من خیلی مهمه و دوست دارم بدونم. نمیدونم شما در این مورد اگه کاری کرده باشید، به امید خدا در آینده یه برنامه هم در این مورد بزنید. خیلی ممنون. من اول که تشکر میکنم از بابا. خانم پوررضایی برای سوالشون و محبتشون و خیلی زیاد تشکر میکنم. و در وهله دومم در مورد تاریخ زن، البته خب خیلی هستن که تحقیق میکنن، من به شخص چون تاریخ پیشا مدرن کار میکنم در حقیقت خیلی راجع به این مسئله نقش زن در تاریخ کاری خودم نکردم. یه مقاله من نوشتم راجع به زنان در و اندرز، برای اینکه یکی از مسائلی که در یکی از همین چوپایی که خیلی مشاهده میکنیم تو ادبیات پیشا مدرن این مسئله اندرز بعد، یعنی سورس اندرز بعد، منبع اندرز بعد که به شاه ها درس میدن، یکیش مثلا مذهب غیره، یکیش قومیت غیره و دیگریش هم جنسیت غیره. یعنی در خیلی از متون تاریخی تو متون سلجوقی که راجب تاریخ سلجوقی نوشتن، ما میبینیم که دشمن نظام ملک و در حقیقت اون فتنه ای که ایجاد میشه که بر اثرش نظام ملک شغل خودش رو دست میده و ملکشاه عزلش میکنه، منشأ این اندرز ترکان خاتون زن ملکشاهه. که البته اینم باز از این جا میدونیم که این یک چوب سیاسیه که ترکان خاتون پسر خودش رو میخواسته به عنوان ولیعهد جاشو محکم بکنه در بین بزرگان خواص سلجوقی، ولی نظام ملک طرفدار پسر ملک، پسر بزرگ ارشد ملک شاه بوده، از زن اولش که حالا به روایتی اسمش زبیده خاتون بوده و جناح نظام ملک هم پیروز میشن و اینا میان سر کار. که البته یه نامه خیلی مهمی هم که مشهور معروفی هم هست که غزالی، ابو حامد غزالی رو بالاخره کار میرسه به جایی که از غزالی میخوان که حکم بده که راجع به این مسئله که کدوم اینا باید بیاد و اون غزالی هم طرفداری خودش رو از پسر اول نظام ملک، پسر اول ملکشاه اعلام میکنه. ولی یعنی به این، یعنی خلاصه این یه جمله، در یه جمله اگه بخوایم بگیم، تصویر تاریخی که از زنان و نقش زنان در سیاست در منابع هست، اون هم یه قسمتی از زبان سیاسی پیشا مدرنه که ما باید اون زبان سیاسی رو بشناسیم برای اینکه بتونیم این منابع رو به نظر من درست بخونیم و بفهم. آقای دکتر محمد پور، صدای خودتون رو قطع کردیم، خودتون رو میوت کردیم. معذرت بخوام. خیلی ممنونم، متشکر از خانم دکتر یاوری برای سخنان خیلی عالمانه‌ای که داشتن و زاویه تازه‌ای رو که برای نگاه کردن به نظام الملک برای ما باز کردن، و از همه دوستانی که شرکت کردن، حاضر بودن در جمع و سوال پرسیدن هم تشکر میکنم، و همچنین دوستانی که در فیسبوک هم راه ما بودن تشکر میکنم. من سخن آخر رو میسپارم به دست خانم دکتر یاوری که اگر نکته‌ای دارن بفرمایند و بعدش از شما خداحافظی کنیم. من هم اول از شما آقای جان محمد پور که انقدر این جلسه رو پربار اداره، یعنی تنظیمش انقدر درست بود، خیلی جلسه خوبی بود، من خیلی از سوال رو یاد گرفتم. از همه دوستان و آشنایان و علاقه‌مندان به تاریخ نظام ملک هم که گوش کردن و شرکت کردن تشکر میکنم.
و امیدوارم که هممون هی بریم نجوم نظام‌الملک بخونیم، برای اینکه واقعا شخصیت تاریخی خیلی مهمی بوده. و بازم ممنون. خیلی ممنونم، متشکر. وقت همگی خوش، خداحافظ شما.